سلام، من امیر قبادم و قراره تازه ترین رویدادهای سینمایی 29 هفته سال 2022، جدیدترین تیزرها و بالا پایین گیشه این هفته آمریکای شمالی رو با هم دیگه مرور کنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرین و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت از صفحه حمایت کنین. پخش سومین و احتمالاً آخرین فصل از سریال سی هم از 26 آگست از اپل تیوی آغاز خواهد شد. این فصل از سریال که 8 قسمت داره ادامه داستان سری قبلیه، داستانی درباره آینده انسان که ویروسی باعث از بین رفتن بینایی بشر شده. در میون پادشاه در جستجوی جنگجویی که سعی میکنه از فرزندانش که موهبتی افسانه‌ای دارن در برابر جادوگران و سربازان پادشاه محافظت کنه، موهبتی به نام دیدن. فیلم کمدی می تایم زمان خودم با بازی مارک والبرگ و کوین هارت 26 آگست از شبکه نتفلیکس پخش میشه. فیلم داستان پدری که پس از سالها وقتی برای خودش پیدا میکنه. همسر و فرزندانش قرار ازش دور باشن و او برای گذروندن تعطیلات آخر هفته با یه دوست قدیمی دوباره ارتباط برقرار میکنه. پس یه کمدی تابستونی با حال و هوای کمپ منتظرتونه. پارامونت هم از تیزر فیلم تین وولف رو نمایی کرد. این فیلم اسپینافی از سریال معروف و محبوبی به همین نامه که قرار اکتبر امسال از استریم پارامونت پلاس پخش شه. با طلوع ماه کامل در بیکن هیلز شیطانی وحشتناک ظهور کرده و متعاقب اون خوی درنده گرگینه ها تحریک شده. حالا اسکات مک‌کال که هنوز آلفا نیست باید راهی برای اتحاد و مقابله با مرگبارترین دشمنی که تا حالا باش روبرو شدن پیدا کنه. I think we're finished here. پرایم ویدیو هم تیزری از فیلم ساماریتن با بازی سیلوستر استالون منتشر کرد. او این بار در نقش یک ابرقهرمان ظاهر شده، ابرقهرمانی که خودش رو پس از نبردی حماسی بازنشسته کرده و حالا یه پسر نوجوان او رو پیدا میکنه. You mind your business, I'll mind mine. I don't believe you. این درام اکشن فانتزی 26 آگست از پرایم ویدیو پخش خواهد شد. Are you okay? I'm cool. اگر یه سوپر هیرو با دفتر کار مخفی هستین، مراقب اوقات بیکاری و حوصله سر رفتن های پسرتون باشین، چون ممکنه با دوستاش این محل مخفی رو پیدا کنن و دست گله های به آب بدن. دفتر کار مخفی با بازی اوون ویلسون از تولیدات جدید پارامونت پلاسه که همین هفته از طریق این استریم پخش خواهد شد تا با جدیدترین سوپر هیرو جهان بیشتر آشنا شیم. Please don't kill me. Not as fast. نتفلیکس تیزر فیلم پرسر و صدای بلوندی رو هم منتشر کرد. فیلمی با بازی آنا دارمس در نقش مرلی مونرو، بازیگر سرشناس و پرحاشیه هالیوود که زندگی و مرگش سالها نقل محافل بود. I know you're supposed to get used to it. And we all lose our... But I just can't. فیلم ابتدا به جشنواره ونیز خواهد رفت تا پس از اکران در این نمایش در 28 سپتامبر از طریق این استریم به خانه ها بیاد. فیلمی که به خاطر صحنه های جنسی درجه NC-17 گرفته. When I come out of my dressing room, I'm Normie Jean. The world is changing. انتشار تیزر کوتاهی از فیلم اوپنهایمر، آخرین ساخته کریستوفر نولان، هم توجه سینما دوستان رو به این درام زندگی نام جلب کرد. داستانی درباره سازنده بمب اتمی با تیمی گرون قیمت از بازیگران. البته باید تا سال آینده برای اکران این فیلم صبر کنیم. The man who moved.
این هفته کمدی درام فرانسوی خرم، معشوقم و من در اکرانی محدود به سینماهای آمریکا اومد. فیلم داستان یک خانم معلمه که در گشت و گذار کوهستانی با یک خر از تعطیلات معشوقش که پدر یکی از شاگرداشه سر در میاره و اونجا با زن او درگیر میشه. فیلمی به زبان فرانسوی و با حال و هوای آن. بریم سر به باکس آفیس این هفته بزنیم که با 3 فیلم دلهره آور بیشتر شبیه به هفته منتهی به هالووین بود. ماجرای سفر خانم هریس به پاریس این هفته علاقمندان کمتری داشت. این کمدی درام فوکوس فیچرز با بازی لزلی منوایل در دومین هفته اکران 2.5 میلیون دلار فروخت تا در لبه پرتگاه باکس آفیس قرار بگیره. خانم هریس یه خدمتکار انگلیسیه که عاشق یه لباس دیور میشه و عزمش رو برای خریدن این لباس جذب میکنه. او به پاریس و خانه دیور میره تا رویای خودش رو محقق کنه. دنیای جوراسیک عصر سلطه هم با یک پله سقوط به خانه نهم جدول فروش 29 هفته امسال اومده. در دنیای پر از دایناسور خطر اصلی باز انسان‌ها هستند. انسان‌هایی که با طمع و دستکاری ژنتیکی دارن حیات کل سیاره رو به خطر می‌اندازن و ستارگان اولین و آخرین فیلم‌های دنیای جوراسیک هم داستان میشن تا جلوی این فاجعه رو بگیرن. عصر سلطه این هفته 4.8 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به 923 میلیون دلار رسید. You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? Would you like to see a magic trick? Yeah. فیلم دلهره آور تلفن سیاه در پنجمین هفته اکران به خونه 8 جدول باکس آفیس اومده. Tell me your name. Taylor. فیلمی با بازی ایتان هاک در نقش قاتل سریالی که تومه های خودش رو از بین پسران نوجوان انتخاب میکنه. فیلم این هفته 5.5 میلیون دلار دیگه فروخت و فروش کلیش از 80 میلیون دلار عبور کرد. پسرک در دام قاتل نقاب داره و یه تلفن سیاه که گویا به جای وصل نیست او رو به دنیای مردگان متصل میکنه تا با کمک قربانیان قبلی راهی برای فرار پیدا کنه. Who are you? Why do you want to be a samurai? I lived in a bad part of town full of bad dogs. پنجه‌های خشم افسانه هنگ در دومین هفته اکران هم چندان پرفروغ نبود. این سگ دوست داشتنی در رویای سامورایی شدن دنبال سرنوشت خودش اومده و قراره توسط یک گربه سامورایی با صدای ساموئل ال جکسون به آرزوی خودش برسه. Don't believe everything you read. این انیمیشن پارامونت این هفته 6.2 میلیون دلار فروخت و هفته آینده با اکران انیمیشن جدید DC بعید فروش بیشتری هم داشته باشه. It's the training montage, isn't it? Sometimes you need a friend. No. The hell is there? درام زندگی نامه الویس با بازی آستین باتلر و تام هنگس این هفته 17% دیگه کاهش مخاطب داشت و با فروش 11 میلیون دلاری در خونه 6 باکس آفیس قرار گرفت. آخرین ساخته باز لورمن که کودکی، اوج و مرگ الویس پریسلی ستاره موسیقی پاپ رو دنبال میکنه با فروش جهانی 218 میلیون دلاری پا به 6 هفته اکران خواهد گذاشت. Everything I need to have him court-martialed and disciplined. Top Gun Maverick در 9 هفته اکران 5 فیلم پرفروش آمریکای شمالی بود. فیلمی که رکوردهای فوق‌العاده‌ای را به نام خودش ثبت کرده و با فروش 16 میلیون دلاری این هفته مجموع فروشش را به 641 میلیون دلار در آمریکای شمالی رسوند. Oh.
فیلم ماجرای یک عملیات مخفی تیم تاپگان برای بمباران یک زرادخانه مخفی تولید بمب هسته‌ای در کشوری ناشناسه، عملیاتی که کاپتان ماوریک رهبریش میکنه. Your reputation precedes you. Have to admit I wasn't expecting an invitation back. درام دلهره آور جایی که کرودز آواز میخواند در دومین هفته اکران پرفروغ نشون داد. دختری به نام کیا در بچگی در مردابهای کارولینای جنوبی رها شده و به تنهایی رشد کرده، اما مواجهه او با زندگی جدیدش از گذر آشنایی با دو مرد جوان قرار نیست پایانی بر سیاهی حاکم بر مردابها باشه. She killed him. I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. این فیلم با بازی دیزی ادگار جونز این هفته 16 میلیون دلار دیگه فروخت و سونی پیکچرز رو به فروش هفته بعد هم امیدوار نگه داشت. Life persists. مینیون ها گروه برمیخیزد در چهارمین هفته اکران به خونه سوم جدول اومدن. گروه نوجوان بدخلقه که دوست داره در بین ابر شرورها پذیرفته شه، اما کار به این سادگی ها نیست و مینیون ها باید بیش از توان حتی در این راه بهش کمک کنند. این انیمیشن یونیورسال پیکچرز مجموع فروش داخلیش رو به 309 میلیون دلار رسوند. Distinguished villains, my name is Gru. All gods will die. سور عشق و تندر جدیدترین فیلم دنیای مارول هم با صدر جدول خداحافظی کرد و در سومین هفته اکران با کاهش 49 درصدی فروش به خونه دوم جدول اومد. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. گور برای قصابی کردن خدایان دست به کار شده و سور با همراهی دوست دختر سابقش و چند قهرمان دیگه باید سد راه او بشه. نبرد سور و گور با بازی کریس همسورس و کریستیان بیل این هفته 34 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش این فیلم ابرقهرمانی رو به 288 میلیون دلار رسوند. میلیون دلار فروخت و باید دید در هفته های آتی چقدر قادر به جذب مخاطبان خواهد بود. داستان در هفته آینده یک انیمیشن و یک فیلم جدید اکران گسترده خواهند داشت. انیمیشن لیگ آف سوپر پتس از ساخته های جدید دیسی کومیک هفته پیش رو اکران خواهد شد تا سگ و گربه های سوپرمن و بتمن به جون خدای تندر و موجودات فضای نو بیفتن و گیشه رو تکون بدن. امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشیم و قرار هفتگی اون در باکس آفیس رو فراموش نکنین و البته ممنون میشن اگر با به اشتراک گذاشتن این ویدیو دیگر دوستان رو هم به این قرار دعوت کنین.